با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه دیگر از آموزش طراحی پوسته برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس. از این جلسه تا چند جلسه آینده روی مبحث تم فیچرز ها یا همون ویژگی های مخصوص پوسته ها تمرکز میکنیم. ببینید، یه سری ویژگی ها هست که درون وردپرس به صورت توکار یا همون امبید قرار دارن، مثل تصاویر شاخص، پست تایم نیلز. ولی پوسته باید حتما به وردپرس بگی که از همچین قابلیتی پشتیبانی میکنه. دلیلش این هست که همه پوسته های وردپرس این قابلیت ها به دردشون نمیخوره. ممکنه یک پوسته روی مباحث متنی متمرکز باشه و از دیزاین متنی، از تایپوگرافی بیشتر بهره بگیره و از پست تایمل ها استفاده ای نکنه. در نتیجه این ویژگی ها باید به سیستم معرفی بشن اصطلاحاً. خب، پوشه پوستمون رو باز میکنیم. من فایل فانکشنز رو فانکشن رو باز میکنم. خب، درون فایل فانکشن، درون اکشن افتر ستاپ تیم، اونجا میتونید تیم ساپورت، میخوایم به پوستمون بگیم که پوستمون، میخوایم به وردپرس بگیم که پوستمون از چه قابلیت هایی پشتیبانی میکنه با دستور add theme support. میتونیم به وردپرس بگیم که چه قابلیتی رو میخوایم اضافه کنیم. اصطلاحا هم ببینید، معنای فانکشن با خودشه افزودن یک ویژگی به وردپرس، یک پشتیبانی است. الان از چه چیزی پشتیبانی میکنه؟ اون گزینه ای که ما میخوایم اضافه کنیم گزینه ای است که مربوط به تصاویر شاخص هست، مربوط به افزودن نوشته یا ویرایش نوشته. یک آرگومان متنی قبول میکنه اد تیم ساپورت که یکی از اون آرگومان ها پست تام نیلز. پس ببینید، پست تایم نیل ننویسید، این اشتباه رو میبینم بعضی از دوستان انجام میدن، این اس شو حتما باید بذارید پست تام نیلز. خب الان من وردپرس میگم که پوستم از تصاویر شاخص پشتیبانی میکنه، ذخیره میکنم. صفحه رو ببینید، اینجا رو من کادر تصاویر شاخص رو ندارم. رفرش رو میزنم. بعد از اینکه صفحه رفرش میشه، همونطور که میبینید کادر تصاویر شاخص برای من ظاهر میشه و میتونم برای نوشتم یک تصویر رو اصطلاحاً قرار بدم. به پایین تر میام، ببینید در این قسمت، خب انتخاب میکنم این تصویر، این جونور رو بهش میدم، ذخیره میکنم، به رسانی نوشته رو میذارم که ذخیره بشه. خب حالا داخل صفحه اصلی من این تصویر شاخص رو ندارم، چون هنوز به تو کدهای پوستم کدی رو برای نمایش این تصاویر من ننوشتم. برای نمایششون هم باید یک کدی رو بنویسیم. ما تا اینجای کار فقط به پوسته گفتیم، پوسته ببخشید، به وردپرس گفتیم که پوستمون از این قابلیت پشتیبانی میکنه. خب میریم به اونجایی که میخوایم این عکس ها رو نشون بدیم. خب اگه یادتون باشه فایل ایندکس رو باز بکنید. بتونم باشه، ما لوپ اصلی رو گذاشتیم تو پوشه لوپ، فایلی به اسم loop-main.php که با دستور get template part رو بارگذاری میکردیم. بازش میکنم. دقیقا بالای جایی که the title هست، این قسمت اینجا، میخوام اینجا تصاویر شاخص نشون داده بشه. یک دیوی براش میسازم، یک کلاس هم بهش میدم که اگه خواستم در آینده بهش استایلی بدم بتونم اون رو انتخاب بکنم. و می نویسم تایم نیل کانتینر. خب تایم نیل ها، بعد این رو میبندم. خب تایم نیل، تام نیلمون رو یا همون تصویر شاخصمون رو چطوری میتونیم نمایش بدیم؟ با دستوری به اسم the post thumbnail. خب به همین راحتی، یعنی با یک خط دستور the post thumbnail. البته من چیشو نذاشتم، این تگ های پی اچ پی رو باید بذاریم. با همین یک خط کد من تصاویر شاخص مربوط به پوستمو الان میتونم نمایش بدم. خب همونطور که میبینید تصویر بسیار بزرگ است. خب وردپرس یک مکانیزمی رو در اختیار ما قرار میده تا بتونیم اون تصویری رو که اون اندازه‌ای رو که میخوایم به دست بیاریم.
درون این تابع میتونیم از یک سری پارامتر متنی استفاده کنیم، اندازه هایی که وردپرس برای هر تصویر قرار میده. ببینید وردپرس اگه شما برید به پوش WP Content و بعد برید به پوش آپلود هاتون، اون مسیری که عکس آپلود شده توجه کنید، ببینید که از هر تصویری 3-4 نمونه ساخته. یکی اینکه خود تصویر از همون اندازه واقعیش، یکی تصویر 150 در 150 است که بهش میگن تصویر تامنیل یا تصویر بند انگشتی، تصویر 300 در 300 که بهش میگن که مدیوم، و تصویر 640 در 640 که بهش میگن تصویر لارج. حالا دقیقا شاید بپرسید این که 300 در 300 نیست، اینم 640 در 640 نیست. خب ببینید این وردپرس یک مکانیزم داخلی برای تناسب اندازه های تصویر داره و اونها رو به نسبت های 16 در 10، 16 در 9، 4 به 3 و سایر نسبت ها برش میزنه. خب پس دقیقا اون اندازه هایی که مد نظر ماست ممکنه دقیقا در نیاد، یک سری اندازه های خاص این وسط هست. خب اینجا میتونم بهش یک سری اندازه ها از قبل ذخیره شده تو وردپرس، میتونیم اسامیشون، هر اندازه یک اسم داره، میتونیم اسامی رو بدیم تا تصویر ما به همون با اون اندازه نمایش داده بشه. تامب یکی از کلمات کلیدی است که مخفف تایم نیل هست. من رفرش رو میدازم، تصویر رو در 150 در 150 نمایش میده. ببینید مورد بعدی تایم نیل هست که تصویر رو اگه جا داشته باشه مربعی شکل نشون میده، همون 150 در اونجا. ببینید همچین صد مربعی شکل نیست ولی اینجا دقیقا مربعی شکله. خب ببینید تامب و تایم نیل جفتشون به یک اندازه اشاره میکنن، فقط فرقشون اینه که تایم نیل یه جورایی سعی میکنه مربعی شکل باشه. اندازه بعدی مدیوم هست، متوسط. من رفرش میکنم، ببینید 300 اندازه 300 هست ارزش. اندازه بعدی لارج هست که ارتفاع 640 و طولش متغیره. ببینید ارتفاع 640 در اندازه میگیره، حالا طول ممکنه بیشتر از 640 باشه. و اندازه بعدی فول هست، اگر اندازه ای رو برای پارامتر این پارامتر اول تعیین نکنیم همین فول در نظر گرفته میشه که تصویر رو در اندازه واقعی خودش نشون میده. خب یک سوالی واسه تون پیش میاد، میگه که اگه یه تصویر از اندازه کانتینر خودش بزرگتر بود خب میزنه بیرون، چی کار باید بکنیم؟ اگه F12 رو شما بزنید، خب و با ابزار اینسپکتر اون تگ ایمیج رو انتخاب بکنید، اصطلاحاً میبینید یک کلاسی خود وردپرس بهش اطلاق کرده به اسم WP Post Image و همینطور که میبینید در این کنار نوشته Attachment فول، اندازه تصویر رو در کنارش می نویسه. خب حالا من اینو تغییر میدم، میکنمش مدیوم. خب درسته، رفرش میکنم، به دیولپر تولز میرم، همونطور که میبینید نوشته اتچمنت مدیوم. خب میتونیم با استفاده از این کلاس ها یک سری کد CSS بدیم که اندازه تصویرمون از یه حدی بزرگتر نشن. خیلی راحته، من فایل CSS هم رو باز میکنم، میرم به پوشه تمام، استایل CSS رو باز میکنم، میرم به انتهای فایل. خود وردپرس پیشنهاد میکنه که حتما از 4 کلاس، این 4 تا اندازه‌ای که اینجا دیدیم که یکیشون رو الان داریم میبینیم، اتچمنت مدیوم و دبلیو پاست ایمیج، حتما استفاده از این کلاس ها استفاده بکنید و کدهای لازمه رو براشون بنویسید. من میخوام از این اندازه، از این کلاس استفاده بکنم، WP Post Image. خب پس میام داخل کد CSS هم در اون انتهاش بنویسم IMG هایی که کلاس WP Post Image رو دارن. خب من که میام پوینتر که راحت ببینید، ببینید IMG WP Post Image رو دارن. MaxFit حد نهایت عرضشون 100 درصد اندازه کانتاینرشون بشه، ارتفاعشون هم به صورت اتوماتیک تعیین بشه. این برای ریسپانسیو شدن تصویر هم خوبه.
ببینید وید رو 100% نذارید، حتما مکس وید بنویسید، چون اگه ویدو 100% کنید عکسو میکشه اگه کوچیک‌تر از اون حد، مثلا این عکسو میگیره میکشه، خب عکس کوچیک تار میشه اگه کشیده بشه. خب حالا اگه من اندازه رو تغییر بدم در این قسمت و بنویسم فول اندازه واقعی عکس، میبینید که چون گفتم حد نهایت از کانتاینر خودش یا همون نگهدار ظرف نگهدار خودش بزرگتر نشه، از این قسمت سفید رنگ، از این قسمت سفید رنگ بیرون نمیزنه. میبینید؟ خب حالا اینجا این کدی که من نوشتم اشتباهه. چرا؟ چون از لحاظ SEO مشکل داره، ما نباید تصاویر رو از اون حدی که لازمه حجیمتر برای کاربر بفرستیم. خب اگه میتونیم یه عکس 640 در 640 لازمه، نباید یه عکس 1024 پیکسلی رو بفرستیم، چون پهنای باند مصرف میشه و یکی از پارامترهای مهم در SEO که سرعت بارگذاری سایت هست اصطلاحاً صدمه میبینه و رتبه ممکنه در موتور جستجو پایین بیاد. در نتیجه ما باید از اندازه های که لازمه استفاده بکنیم. خب حالا این اندازه ها رو چطوری میتونیم بهشون بدیم؟ اصطلاحاً آیا باید از همون مدیوم، تایم نیل و فول استفاده بکنیم؟ آیا راه دیگه ای هست؟ بله راه دیگه ای هست، ما میتونیم با استفاده از یک سری دستورات اندازه های دلخواه خودمون رو هم بدیم. خب من تو همینجا نگرش میدارم، قبل از اینکه نحوه افزودن اندازه مورد نظر خودمون رو بگم یک سری دستورات دیگه در رابطه با همین the post time nail خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه این تاب the post time nail حتما باید در لوپ استفاده بشه، مثل the title، مثل the content، the time، اینا توابعی هستن که مربوط به لوپ هستن. یک تابع دیگه است که میتونیم از طریق اون تابع چک بکنیم که آیا اصلا پست تایم نیلی داره یا نه. اگه ده پست تایم نیل، اگه خود پست تصویر شاخصی نداشته باشه، یک استرینگ خالی برمیگردونه، در نتیجه هیچی تو خروجی چاپ نمیشه. خب حالا این ایفه به چه دردی میخوره؟ الان اینجا بهتون میگم. پی اچ پی اون تابه نامش هست has underline post thumbnail. خب این تاب اگه پست، ببین نامش با خودشه، آیا پست تصویر شاخص داره یا نه. اگه پست تصویر شاخص داشته باشه ترو برمیگردونه، و اگه تصویر شاخصی بهش اطلاق نشده باشه فالس برمیگردونه. خب میگم خب اگه داشت چاپش بکن، else وگرنه میخوام اگه پستی تصویر شاخص نداشت یک تصویر پیشفرض به جاش قرار بدم، و در انتها and if. خب چون میخوام تصویر رو دستی قرار بدم، باید دستی هم تک img رو بنویسم. src رو فعلا خالی میذارم، کلاسش رو هم واسه این که مثل بقیه تصاویر تامین کلاسش با اونا یکی باشه، این کلاس مربوطه رو بهش اطلاق بکنم، wpost image. خب wpost image رو اینجا هم میذاریم تو کلاسش، و حالا البته این اجباری نیست، این هم واسه این که همشون یک استایل خاص رو بگیرن من بهش دادم، شما هم بهتر همین کار رو بکنید. داخل SRCش میخوام اگه پست هیچ تصویر شاخصی بهش نسبت داده نشده بود، از پوشه ایمیج یک عکسی رو برای من بارگذاری بکنم. من این عکسی رو از قبل کنار گذاشتم تو پوشه اشتداکستم، پوشه تمپ اینه هش زار مشالا نیستش. حالا یه عکس دیگه میارم استفاده میکنیم، میرم پوشه خانگیم، پیکچر کجاست دانیه هاش، پیکچر پال پیپر، و یکی از اینا رو مثلا آدم انتخاب بکنه، همینه مثلا 32 جی پی جی رو من میبرم بذارم اینجا، اسمش رو هم بذارم دیفالت تامنیل جی پی جی. خب یک نگاهی به پریمیژناش میندازم. اگه شما از مثل من از سیستم های شبه یونیکس مثل لینوکس و مکینتاش استفاده میکنید، پریمیژن ها رو حتما چک بکنید. خب درسته، مشکلی نداره، خوانده میشه. خب کد رو مینویسیم.
در ابتدای هم باید آدرس پوشه پوسته رو بدیم دیگه. خب دو راه حل داریم، یا باید از دستور بلاگ اینفو استفاده کنیم با پارامتر تمپلیت دایرکتوری آدرس پوشه جاری رو برمیگردون و اکو نیاز نداره، خودش مستقیما در خروجی چاپ میشه، یا اینکه از تابعی استفاده کنیم به اسم get template directory uri و همونطور که میبینید که تمام دستوراتی که با get شروع میشن نتیجهشون استرینگ هست که برگشت داده میشه، چیزی تو خروجی چاپ نمیشه، پس اینو باید اکو کنیم یا بعد از این حالت استفاده کنید. خب یکی از این دو راه حل رو به کار ببرید، فرقی نداره، من همون راه حل اول که باش آشنا هستید شما هم استفاده میکنم. خب در انتها بعد از بسته شدن تگ پی اچ پی ام یه اسلش میذارم، چون آدرسایی که این یک آدرس اینترنتی رو هم برمیگردونه، ببینید یو آر ال برمیگردونه، یک آدرس سیستمی مثل پد، مثل اینکه درایو سی پوشه یه فلان اینا رو بر نمیگه، اونو بهش میگن آدرس های هاست لوکال. خب یک آدرس اینترنتی برمیگردونه، پوشه ایمیج و فایل دیفالت تامنیل دات جی پی جی، من اینو ذخیره میکنم. خب پس چی شد؟ یک بار دیگه کد توضیح میدم، با یک ایف و تابع هست پست تایم نیل چک میکنیم ببینیم که آیا پستمون اصلا تایم نیل یا همون تصویر شاخص داره، اگه داشت اون رو چاپ میکنیم و اگه نداشت یک تصویر پیشفرض رو به جاش نشون میدیم. خب من این رو رفرش میکنم، همونطور میبینید، همونطور که میبینید تمام پستایی که تایم نیل ندارن که همشون هم جز همین یه دونه که خودم پست رو بهش تایم نیل دادم، به جای تصویر شاخصشون این تصویر نمایش داده میشه چون تصویر شاخص ندارم. خب میریم سراغ سایر دستوراتی که مربوط به تایم نیل ها میشن. خب برید به فایل همون فانکشنز پی اچ پی تون، در اینجا میتونیم یک اندازه ای رو برای تایم نیل ها تعیین کنیم و بگیم تایم نیل ها رو با اون اندازه نشون بده. خب گفتیم یکی از راه حلایی که این تایم نیل ها رو اندازشون رو تعیین کنیم اینه که پارامتر the post time nail رو بهش بدیم، ولی اگه ندیم همون فایل به اندازه واقعی خودش به خروجی فرستاده میشه که این مطلوب ما نیست، و میتونیم به وردپرس بگیم که یک اندازه رو بهش بدیم، بگیم از این به بعد موقع که فایلی برات ارسال میشه، ببینید برید داخل فایل آپلود ها همون عکس ها رو تصویر ها رو بیارید که آپلود شدن، فایلی برات ارسال میشه یک اندازه ای رو ما بهت میدیم، با اون اندازه تصویر رو برامون برش بزن ذخیره بکن که ما هر موقع خواستیم از اون اندازه استفاده بکنیم. خب پس اینا توجه داشته باشید، اندازه‌ای که ما تعیین می‌کنیم روی فایل‌هایی که آپلود شدن تأثیری نمیذاره، روی فایل‌هایی که از این به بعد یعنی از بعد از اینکه این کد رو ما نوشتیم آپلود میشن تأثیر میذاره و اونها رو توی اندازه‌ای که ما می‌خوایم برش میزنه. خب من میرم فایل فانکشن پی اچ پی، در اونجا از دستور همون زیر اتم ساپورت داخل رویداد یا همون اکشن افتر ست آپ تیم، از دستور ست post time nail size باشید underline size استفاده میکنم. خب این کار کردن با این دستور خیلی سرراست و راحت هست، اصلا چیز پیچیده ای نداره، من طبق سرفصل پیش برم که چیزی رو جابجا خدمتتون عرض نکنم، سرفصل رو یادداشت کردم روی کاغذ. پس میتونیم از طریق این تابع اندازه مورد نظرمون رو بدیم. پارامتر اول ویدت هست، اون عرض تصویری که مد نظر هست، من 680 رو بهش میدم. پارامتر دوم هی هست، اگه میخواید اصطلاحاً یه ویدت یا هیش هر چقدر که بود صرف نظر بشه، عبارت عدد 9999 رو بهش میدید. پارامتر سوم به صورت پیشفرض فالس هست، شما میتونید تروش بکنید، این پارامتر کرپ میکنه عکسو، یعنی برشش میده اصطلاحاً، مثلا اگه یه عکسی ما داشته باشیم که ویدش بالاتر از 680 باشه و این فالس باشه الان کرپش نمیکنه، ولی اگه تروش بکنم برشش میزنه. برش رو هم از کجا انجام میده؟ من یک تصویر رو به عنوان نمونه باز میکنم، ببینید الان خب برش رو دقیقاً از مرکز تصویر، یعنی اینجایی که الان موسمن هست، خب دقیقاً از اونجا انجامش میده.
خب پس ممکنه حاشیه ها از بالا پایین و چپ و راست تصویر رو از دست بده، مثل این عکسی که الان اینجاست. ببینید این با این فرق داره. خب اینو از وسط برش دادم، ببینید یه سری از بخش های تصویر نیستش داخل این یکی. خب پس اگه این پارامتر سومی رو ترو کنیم میتونیم عکس رو برش بزنیم، ولی اگه فالسش کنیم خودش سعی میکنه بدون اینکه قسمتی از تصویر از دست بره اندازه اون رو به شکلی تغییر بده که مقیاسش به هم نخوره. اون نسبت عرض و طولش که 16 در 10 16 در 9 یا 5 4 یا 4 3 هست از بین نره. خب پس من میام به این طریق بهش میگم که تصاویر رو ویدشون 680 باشه، هیشون زیاد مهم نیست و برششون هم نزن اصطلاحاً. خب حالا یک تصویری رو براش ارسال میکنم، میام پایین همون قبلیه روش کلیک میکنم، یک تصویر دیگه بهش میدم. همونطور که گفتیم تاب set post time nil size روی تصاویری که از این به بعد، یعنی بعد از نوشتن این تاب نوشته بشن، ببخشید ارسال بشن، تاثیر میذاره. بارگذاری پرونده ها خب بزنم همین تصویر اولیه رو بهش میدم. بعد از اینکه آپلود شد روی قرار دادن به عنوان تصویر شاخص کلیک میکنیم تا تصویر به عنوان تصویر شاخص به پست منتسب بشه. یکمی چون من در حال ضبط هستم سی پی یو سیستمم مشغوله، یکمی این مراحل رو یکم کند انجام میدم، معذرت میخوام. خب همونطور که الان میبینید تصویر قرار گرفت، به روز رسانی رو میزنم. خب میام به همون پوشه تصاویر، ببینید اینجا هن درسته؟ 150 در 150 300 680 همونیه که من تعیین کردم و 640 که مال خود وردپرسه. ببینید تامنیل مدیوم، اندازه مدیوم، اندازه لارج و اندازه واقعی خود تصویر، فول خود تصویر، و این همونیه که ما تعیین کردیم. همینطور که میبینید نام اون فایل ارسالی به اضافه اندازش تعیین میکنه که وردپرس از این طریق میتونه گیرشون بیاره اصطلاحاً. خب من میرم به صفحه خانگیم، اونجا رفرش رو میزنم. خب میبینید تصویر به خوبی در جای خودش قرار گرفت. خب میریم سراغ مبحث بعدیمون. خب همینطور که گفتم set post time nil وقتی این اندازه استفاده میشه که ما داخل فانکشن the post time nil مون اندازه ای رو مستقیما تعیین نکنیم. یکی دیگه از راههایی که میشه به post time nil بگیم که اندازه ای که ما میخواییم چی هست، گفتیم یکیش اینه که یک پارامتر متنی بهش میدیم که محتویاتش یا تام بود یا تایم نیل بود یا مدیوم بود یا لارج بود یا فول. خب حالا یکی حالت دیگه اینه که به جای یک پارامتر متنی یک پارامتر آرایه بهش میدیم. داخل این پارامتر آرایه دو تا عضو داریم. عضو اول وید عکس است، اندازه‌ای که مد نظر ماست به وید، مثلا 500 در مثلا 160 میدم. خب نگران اندازه‌ای که میدید نباشید، چون اگه اشتباه هم باشن مقیاسشون به هم نخوره، خود وردپرس یه جوری این رو هندلینگ میکنه اصطلاحاً، خودش مقیاس درست رو به دست در میاره، سعی میکنه مثلا 500 اینو در نظر میگیره، ممکنه این 160 مقیاسش به این 500 نخوره، مثلا 16 در 10 16 در 9 یا 5 به 4 یا 3 4 به 3 نباشه. خب خودش میاد یه جوری نسبت به تصویر اصلی اینو اندازه میکنه. حالا من رفرش رو میزنم. خب ببینید واسه من هندلینگش کرد، من الان اینجا میتونم چی رو ببینم. ببینید حتی کلاسش هم واسه اتچمنت 500 در 160 اصطلاحاً، خب که ما میتونیم اصطلاحاً استفاده کنیم. همونطور که میبینید اندازش 255 پیکسل گذاشته، چون اندازه‌ای که ما گذاشتیم دقیقاً بهش نمیخورد، یه جوری خودش هندلینگ کرد و این رو به اون اندازه‌ای که متناسب باشه نزدیکش کرد. ما اینو حالا میبریم بالا، میکنیمش 700، ببینیم چه تغییری پیدا میکنه. پس میبینید خیلی خوبه ها، خود وردپرس ما رو کمک میکنه که اون اندازه های لازمه رو به دست بیاریم. خب معمولا هی رو در نظر میگیره ویدو دست میزنه، حالا ما میبینیم هی رو کمی بیشترش میکنه، میکنیمش 250. خب حالا تغییرش داد و نزدیکش کرد به اون چیزی که ما نیاز داریم، ویدشو کرد 400 پیکسل، خب که به اون 250 بخوره.
پس همونطور که میبینید وردپرس هم پس سوالی که واسهتون پیش میاد دقیقا خب ببین این تو طراحی موقعی که شما تو فتوشاپ دارید پوستر رو طراحی میکنید اونجا باید مقیاس ها رو درست در نظر بگیرید که وقتی اینجا دارید عددا رو میدید ویدیوهیتون به هم بخوره. خب پس من الان یک راه دیگه هم پس ما سه تا راه داشتیم، یکی اینکه یک پارامتر متنی میدادیم مثلا می نوشتیم لارج، اندازه لارج تصویر می اومد که گفتیم لارج میشه 640 پیکسل، مدیوم میشد 300 پیکسل، تامب و تایمنل میشدن 150 پیکسل، فول که میشد اندازه واقعی تصویر. خب یا اینکه یک آرایه میدیم و داخل اون آرایه دو تا عضو داره، عضو اول وید، عضو دوم هی. خب بهش میگیم تصویر رو به این اندازه در بیار. خب یک راه حل دیگه هم داریم. خب گفتیم که این اندازه هایی که ما استفاده میکنیم مثل تام و تایمنل و مدیوم و لارج اینا خب یک متنی بودن دیگه، پس وردپرس یک مکانیزمی داره که ما یک اندازه رو بهش بدیم، یک اسم هم به اون اندازه بدیم و هر موقع اون اسمو زدیم صدا زدیم منظورمون اون اندازه ها باشه. میتونیم تو فایل فانکشنز پی اچ پی مون اندازه های مورد نظر خودمون رو با دستور اد ایمیج سایز اضافه کنیم. خب اندازه هایی که من دوست دارم اضافه بکنم مثلا 590 رو بهش میدم، میگم 590 وید، مثلا 200 مثلا هیش هر چقدر بود اصلا اهمیتی نداره، 999. و پارامتر آخرم خب معلومه این به صورت پیشفرض فالس هست، شما میتونید این رو ترو بکنید که کرپ کنه عکسایی که اصطلاحا ارسال میشن. باشه پارامتر اولش یک متنی هست، من حواسم نبود، پارامتر اول نام این اندازه ای هست که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم، یک نام بهش میدم، مثلا نامشو میذارم تاکس پست، مثلا میخوام تو پست تایمنل ازش استفاده کنم، مثلاش میذارم تاکس پست، هر اسمی که شما دوست دارید بدید، اسمی بدید که بخوره به اون منظوری که میخواید ازش استفاده بکنید. پس یک اسم اون اندازه هم میدم، یک وید و یک هی هم واسش تعیین میکنم و در نهایت این به وردپرس اضافه میشه. حالا هر تصویری رو که من واسه حالا میتونم از این تاکس پست استفاده بکنم، یعنی راحت میام داخل این لوب اینجا مینوشتیم لارج مثلا یا لارج یا مدیوم، حالا من یک نامی رو ثبت کردم تاکس پست که این نام معادل تصاویر 550 وید و هی بی نهایت هست، ارتفاع بی نهایت. خب یک رفرشی میزنم، همونطور که میبینید تصویر رو واسه من به اون اندازه‌ای که میخوام قرارش داد. خب برمیگردیم به لوپ مینمون، من نگاهی بکنم سرفصل رو چیزی رو جا نندازم. خب اد ایمیج سایز رو هم خدمتون گفتم. خب تمام موارد رو در مورد پست تایمنل من خدمتون عرض کردم، فقط یک مورد میمونه که اونو آخر ویدیو خدمتتون عرض میکنم و یک چیز کوتاهی رو هم اینجا من خدمتتون عرض کنم. خب اگه لازم بشه ما میتونیم خودمون با یک کلاسی رو خب به ایمیجامون اطلاق کنیم، به عنوان مثال من میخوام که تایم نیل هام یک کلاسی داشته باشم به اسم پرپر تایم نیل، پس تو آرگومان دومش یک آرایه براش میفرستم، ببینید آرایه برای تابع the post timenail. خب داخلش یک آرایه دیکشنری هست، این می‌نویسم کلاس، مقدارش رو میذارم روی purple timenail. خب حالا اگه برم داخل صفحه‌م رفرش کنم خب و بعد بیام داخل developer tools کلاس هایی رو که به این تصویر اطلاق شدن نگاه کنم، میبینید که نوشته purple thumb nail، حالا امشو من ننوشتم، w post image که ادامه داده اصطلاحاً، پس میبینید به راحتی میتونید thumb اینجا thumb nail، و اگه لازم شد میتونید این نامی رو که اینجا دارید اگه میخواید به صورت کلاس بهش اضافه بشه خودتون راحت اینور اضافهش میکنید attachment تاکس پست. خب الان من دو تا کلاس بهش دادم، پس ببینید تو آرایه تو پارامتر دوم در پست تایمنیل میتونم یک آرایه رو به عنوان آرگومان واسش رد کنم و نامشو بذارم کلاس
و داخل مقدارش اون چیزایی رو که من میخوام به عنوان کلاس چاپ بشن داخل تگ IMG خروجی درونش بذارم. خب یک بار دیگه رفرش رو میزنم، چون اینجا اومدم این اتچمنت تاکس پست رو بهش اضافه کردم خودم دستی و در خروجی میبینم که اضافه شده. ببینید اتچمنت تاکس پست پورپل تامیل و این دبلیو پست ایمیج هم که خود وردپرس بهش اضافه کرده، این هم از این مورد. پس ما هز پست پست تایمنل، هز پست تایمنل و set post thumbnail size و add image size و add theme support رو تو این جلسه با هم تمرین کردیم. آخرین موردی که میمونه با هم تمرینش بکنیم دستوری هست به اسم get the post thumbnail. فرقش با the post thumbnail این هست که گفتم تمام دستورات get نتیجه کار رو تو خروجی چاپ نمی کنن، به صورت یک رشته برش میگردونن. یعنی اگه ملازم باشه از این استفاده کنیم بعد اینو اکو کنیم به این شکل. خب یا یعنی اینکه وارد یک فانکشن دیگهش کنیم و که اگه قرار روش کاری انجام بدیم همونجا روش کاری انجام بدیم. پس اگه میخواید نتیجه پست تایمنل رو به صورت یک رشته دریافت بکنید که تو کد پی اچ پی تون استفاده کنید، قبلش یک get underline اضافه بکنید. خب امیدوارم که از این جلسه لذت و استفاده کافی رو برده باشید.